مهدی فتاح‌پور تحلیلگر سیاسی و از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان از کلم با ما همراه هستند. آقای فتاح‌پور، مهمترین ویژگی که بخواید شما عنوان بکنید از آقای بنی صدر که اون رو متفاوت بکنه و منفک بکنه از سایر سیاستمداران تاریخ معاصر ایران چی هست؟ خب آقای بنی صدر به طور معین دو وجه نظری در سیاستش همواره مطرح بود. ایشون معتقد به گفتگو ما بین نیروهای سیاسی بودند و بر آزادی سیاسی تکیه کردند، حتی در دورانی که در درون جمهوری اسلامی در مقام ریاست جمهور بودند، قبل از اون و بعد از اون. و دوم مسئله ملی گرایی بود. ایشون به روی مسئله ملیت، مسئله میهن پرستی تکیه قاطعی داشتند و معتقد بودند هر نوع همراهی با نیروهایی که میخوان متکی باشند به کشورهای خارجی یا وابستگی دارند به کشورهای خارجی غلط. نقطه برجسته ایشون در هر دو زمینه این بود که در برخورد با نیروهایی که در این دو عرصه مواضع متفاوتی داشتند خیلی روشن و قاطع بودند و هر نوع همراهی رو با این نیروها رد می‌کردند و هر نوع برخورد تاکتیکی رو در این زمینه که بشه در هر کدوم از این عرصه‌ها برای به دست آوردن امتیازاتی حرکت‌هایی کرد مورد تاییدشون نبود. نقطه برجسته شخصیت ایشون همینه که به این دلیل که در این دو زمینه رو دو موضوع ارزشی میدونستن تکیه قاطع داشتن که در همه سیاست‌ها و در همه تاکتیک‌ها باید در رأس مسائل باشه. آقای فتاح‌پور، چقدر فکر می‌کنید آقای بنی صدر موفق بود در اینکه بتونه تشکیلات سیاسی در خارج از کشور تأسیس بکنه، یا فکر می‌کنید که بیشتر فعالیت‌های متکی به شخص بود و به صورت فردی عمل می‌کرد؟ به صورت فردی من نمیتونم بگم. آقای بنی صدر من بارها در خارج از کشور دیدم. من قبل از اینکه در ایران فقط یک بار ایشون رو دیدم در رابطه با مسئله بستن دانشگاه‌ها. در اون روزها آقای بنی صدر رئیس جمهور بودند و تصمیم گرفته شده بود دانشگاه‌ها بسته بشه و جریانی که به نام انقلاب فرهنگی بود قرار بود راه بیفته و ما که من مسئول بودم در رابطه با سازمان چریکای فدای خلق در اتحاد دانشجویان و سازمان پیشگام، در اون زمان ما تصمیم گرفتیم که در مقابل این حرکت بایستیم و دیدمون این بود که اولین گامی که اونها گام برداشتن برای اینکه گفته بودن تمام دفترهای انجمنهای دانشجویی همه دفترها رو خالی بکنن، این گام اوله برای اینکه میخوان دانشگاه رو ببندن، استادا و دانشجویان که تفاوت نظر دارن باهاشون رو تصفیه بکنن و ما وایساده بودیم دانشگاه و درگیری خیلی حاد بود. آقای بنی صدر خواستن ما رو و من ایشون رو دیدم و در اونجا صحبتش ایشون کردن بسیار صحبت روشن و قاطعی بود، انتقاد داشتن از کاری که داره صورت میگرفت و به ما توصیه کردن که خارج بشیم وگرنه تعداد زیادی ممکنه کشته بشن. و در اون دو روزی که این درگیری ها ادامه داشت ایشون تلاش زیادی کردند که از کشتار دانشجو جلوگیری بکنند و در این زمینه هم بسیار موفق بودند، برخورد مثبتی داشتند و اگر اقدام ایشون نبود تعداد زیادی از دانشجوها در اون دو روز کشته میشدند. در خارج از کشور من بارها ایشون رو دیدم، نمیتونم بگم ایشون تنها بودند، ولی خب ایشون تلاششون این بود که نیروهای سیاسی با هم متحد باشن، همراه باشن، همینطور که گفتم بر این دو اصل تکیه داشتند. ولی فعالیت ایشون اساسا در رابطه با فعالیت تشکیلاتی نبود، بیشتر فعالیت در زمینه موضع‌گیری بود، اطلاعیه دادن بود و سمدهی و تعیین برنامه یا سیاست بود تا فعالیت تشکیلاتی. بسیار از توضیحات شما ممنونم. مهدی فتاح‌پور تحلیلگر سیاسی و از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان که از کلم با ما همراهی کردید.